سلام رفقا، خیلی خیلی دلم براتون تنگ شده و خیلی دلم تنگ شده واسه اینکه دوباره بتونم قطعه که میسازم و به گوشتون برسونم. خیلیاتون میدونین که دلیل اینکه حالا کم کار بودیم مدت حکمیه که توی دادگاه بدوی واسه من اومده، یعنی 3 سال و 8 ماه حبس به خاطر تولید قطعه برایه، و ما امیدوار بودیم که توی دادگاه تجدید نظر این حکم شکسته شه، ولی این اتفاق نیفتاد متاسفانه و به من ابلاغ شده که بعد تا چند روز دیگه خودم رو به زندان معرفی کنم. البته ما داریم تلاش میکنیم، یعنی برای به عهده دادرسی و حالا مراحل قانونی دیگه که میشه این اتفاق نیفته. اما واقعا برام سواله که چرا و چطوری دیگه من بعد اعتراض میکردم، چجوری من بعد نقد میکردم شرایط رو؟ مگه مسالمت آمیزتر و مدنیتر از برای اصلا میشه که نقد کرد؟ و اتهام من تحریک مردم برای کشتار و جنگ، کدوم بند این شعر، کدوم مصرع شما رو تحریک میکنه که بری یه نفر دیگر رو بکشی واقعا؟ و اینکه توی حکم تجدید نظر اومده که ممنوع خروجی من برداشته شده، واقعیتش اگه منظوری دارین از این حکم 1% که امیدوارم نداشته باشین، بعد بگم از همین تیربون که من واقعا قرار نیست حالا ایران رو ترک کنم، چون که از طرفی خانوادم به من نیاز داره. الان پدرم مدتیه که درگیر یه بیماریه و از طرفی هم من عاشق اینجام واقعا و دلم نمیخواد که برم بدون که برگرم، و تمام تلاشم میکنم که اینجا بمونم. از طرفی هم واقعا دلم نمیخواد برگردم، واقعا دلم نمیخواد برم اونجا. از اینکه بام شبیه مجرم رفتار شد وقتی جرمی نکردم واقعا ناراحتم. از اینکه این 2 سال من نتونستم حتی یه کار بدم واقعا ناراحتم. میخواستم بگم که یه تیکه این خاکو واقعا حداقل بزنیم برام. من هیچ چیزی نمیخوام از شما، من واقعا انتظار ندارم که بذارید من برم روی استیج، انتظار ندارم که بذارید من پول در بیارم به شکل خاصی از پلتفرم شما، از تلویزیونتون. من فقط میخوام بذارید که تو اتاق خودم کارم تولید کنم و منتشرش کنم، مثل همه بچه‌ای که تو موسیقی زیرزمینی کار میکنن. من هم میخوام بتونم موزیک بدم، آلبوم بدم، و دلم نمیخواد که اینجوری باهم رفتار شه. خیلی دوستتون دارم و خیلی ازتون ممنونم برای اینکه تلاش کردین این اتفاق برای من نیفته، و هیچ وقت هیچ انتظاری نداشتم، هیچ وقت احساس نکردم حدی به من بدهکاره به خاطر اینکه موقع تر من ساختم و خوندم، و هیچ وقتم دلم نمیخواد چون من الان دارم هزینه ای میدم کسی دیگه روز من هزینه ای بده. امیدوارم که یه روزی هم دیگه رو ببینیم. خیلی مخلصم.